تماشاچی هستید. پنج شنبه شب دهم آبان ماه، صادق زیبا کلام از سوی سیامک دهخانپور مجری شبکه صدای آمریکا مجدداً دعوت شد تا شاهد گفتگوی عجیب در این برنامه باشید. دهخانپور که سالهاست در صدای آمریکا به عنوان مجری و گاه به جای کارشناسان سیاسی خود را صاحب نظر می داند، فارغ التحصیل رشته سینماست. اگرچه دهخانپور در طی سالها مجریگری تسلط خوبی در این حیطه به دست آورده، اما مثل بسیاری از مجریان شبکه‌های فارسی زبان دیگر همچنان راه درازی تا اجرای حرفه‌ای در پیش داره. این برنامه با سوال عجیب دهخانپور از میهمان شروع شد و با پاسخ طعنه‌دار زیبا کلام ادامه داشت. شد. صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران مهمان این بخش از برنامه هستن. آقای دکتر زیبا کلام خیلی ممنون برای وقتی که گذاشتید. شما چطور مطلع شدید از حمله پنجم آبان؟ از صدای انفجار بیدار شدید؟ صدای آژیر شنیدید؟ چطور متوجه شدید؟ بیدار بودید؟ با نام و ایاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت شما سیامک جان و همکاران ارجمندتون. نه من خواب بودم و بیدار نشدم. من از مدت هاست که خواب بستم به واقع. ببینید یک هفته گذشته من میخوام حالا یه مقداری بحث رو یه جهت دیگر رو برشته. آقای دکتر علتی که حتما نظرتون میشتم، ولی میخواستم علت این که این پرسش رو مطرح کردم اینه که حتما میدونید خیلی ها گفتن که از صدای شدت صدای انفجار، حالا جمهوری اسلامی دیگه گفتن که صدای ضد هوایی بوده اینا، بیدار شدن و خیلی وحشت زده بودن. من خیلی در همون ساعت در واقع دقایق باشون در تماس بودم، واقعا وحشت کرده بودن که چه داره میذاره. اما بعد از سوال اول، رگبار سوالات دهخانپور و لحن طلبکارانه اون از مهمان برنامه نکته عجیب ماجرا بود، جایی که او بارها میان صحبت‌های زیبا کلام آمد و با عصبانیت مداخله کرد و نهایتاً منجر به واکنش زیبا کلام شد. ببین الان مشکل شما دقیقاً چی هستش؟ این گفتگو در بخش‌های دیگری هم به جدل کشیده شد. پرسشی که دارم اینه که شما می‌دونید آقای عراقچی و دیگران گفتن که جمهوری اسلامی مقامات حکومتی در جریان بودن، یعنی پیشتر اطلاع داشتن که قراره که به کشور حمله نظامی بشه. چرا مردم رو در جریان نگذاشتن؟ چرا مردم رو دعوت نکردن که به پناهگاه یا زیر زمین خونه‌هاشون برن؟ به نظر شما؟ ببینید به نظر من طبیعی ترین کار رو انجام داد آقای عراقچی و دیگران. من نمیدونم چقدر، یعنی چند درصد اطمینان داشتن از اینکه اسرائیل میخواد حمله بکنه، و گفتن اینکه اسرائیل میخوان حمله بکنن به جز اینکه مردم رو پریشانتر بکنه، مردم رو آقای دکتر، اسرائیل همین کار رو با مردم خودش کرده. یعنی موقعی که سپاه حمله موشکی کرد، از مردم خودش خواست که برن به پناهگاه‌ها برای اینکه آسیب نبینن. این درخواست خیلی بدیهی است که آدم برای مردم خودش امنیت خواهد. تفاوت داره. برای اینکه سیامک جان، اسرائیلیا صراحتاً و رسماً اعلام کرده بودن که به هیچ وجه در حمله خودشون اهداف غیر نظامی رو هدف قرار نخواهند داد. حتی در ابتدا این صحبت شده بود که ممکنه به تأسیسات نفتی مثلا پالشگاه ها اینا، حتی بعد شده بود که ممکنه بود اهداف سیاسی رو هدف بگیرن. همینا مطرح بود. این بیمسئولیتی یک دولت های حکومت نیست که برای جان مردمش کوچکترین ارزش قائل نباشه به خاطر مسائل امنیتی مردم رو در جریان. عرض کردم خدمتتون به هیچ وجه احتمال حمله به
اهداف غیر نظامی و مردم مطرح نبود. عرض کردم حتی بیم احتمال حمله به تأسیسات نفتی هم منتفی شده بود، برای اینکه هممون میدونیم که میافتاد باعث بالا رفتن قیمت نفت میشد و دولت آقای بایدن به هیچ وجه در شرایطی که چند روز بیشتر به انتخابات نمونده، انتخاباتی که هممون میدونیم چقدر دشوار و تنگاتنگ. آقای دکتر شما میدونید در حملات نظامی احتمال این هست که خطایی رخ بده. بعضی از این اهداف در حاشیه تهران بودن، در نزدیکی فرودگاه آیت الله خمینی، اینا جایی نبودن که بگیم همه در بیابون و در مراکز نظامی. بسیار از مراکز نظامی در نزدیک مرکز جمعیتی هستن. خیلی برشک این تجربه رو ما قبلا هم داشتیم سر ماجرای هواپیمای اوکراینی هم، در واقع این بی اهمیتی جان مردم برای حکومت اتفاق تازه نیست. ببینید الان مشکل شما دقیقاً چی هستش؟ مشکل شما این هستش که چرا ساعت 4 بعد از نصف شب، ساعت 5 صبح که حمله صورت گرفت، اگر علم و آگاهی بوده اونچنان که آقای عراقچی داره میگه که تا حدود میدونستیم، به مردم نگفتن. همه عرض من این هستش که به مردم اگر میگفتن، مردم چه میکردن؟ مردم چه میتوانستن بکنن؟ اگه قرار بود که به مردم حمله بشین، اگه قرار بود که آقای دکتر شما که بودید، منم در ایران بودم زمانی که عراق حمله کرد، هواپیمای عراقی به فرودگاه مهرآباد اومدن حمله کردن، همون موقع آژیر میکشیدن. ما خودمون مردمی بودیم که میرفتیم به هر شکل در زیر زمین. حداقل کاری که یک انسان انتظار داره که حکومتش برش انجام بده که هشدار بده، برای اینکه عراق فقط به تأسیسات نظامی و به کارخونجات و صنایع حمله نمی کرد، بلکه عراق به شهرها حمله می کرد، عراق به مناطق مسکونی حمله می کرد، عراق با موشک ها دوربرد دسفول و غیره و غیره رو می زد. و عملکرد عراق سیامک جان خیلی فرق داره با عملکرد اسرائیلیا. اما اگر شما اجازه بدید حالا من میخوام در واقع میخوام همین نکته که شما پیشتر اعلام کردید که وعده صادق سی در کار نخواهد بود، یعنی همون روزی که حمله اتفاق افتاد به فاصله کوتاهی متنی نوشتید، اشاره کردید که این موفقیت واشنگتن است، گفتید موفقیت دفاع هوایی جمهوری اسلامی است، گفتید موفقیت دیپلماسی منطقی آقای عراقچیه، گفتید قیمت دلار سکه پایین اومده و شانس آتش‌بس بیشتر شده. الان که چند روز گذشته همچنان بر همین باور هستی؟ دلار که البته الان 67 بالای 68000 تومان، این گفته میشه این 300 هم که از بین رفتن. ببینید سیامک جان، تفاوت من با تفاوت خیلی دیگر از کسانی که میان تو برنامه‌های شما یا تو برنامه‌های رسانه‌های فارسی شرکت می‌کنن این هستش که سیامک جان، من هیچ امیدی در آقای نتانیاهو و حمله نظامیش به ایران در جهت حقوق بشر، در جهت دموکراسی، در جهت آزادی خواهی در ایران نمیبینم. من از خیلی حالا نمیدونم نام ببرم یا نه، من از آقای مهدوی آزاد، از آقای مصطفی آقای دکتر، ما الان کسی که مهمون برنامه نیست، ما اصلا بحثمون در مورد دیگران که در این برنامه نیستن نیست. من از شما پرسیدم که شما همچنان اعتقاد دارید که حمله رخ نخواهد داد. بفهم. من از اینها واقعا در شگفتم که چجوری امیدشون به این هستش که در نتیجه حمله نظامی نتانیاهو به ایران، در ایران دموکراسی و حقوق بشر به وجود بیاد. یعنی واقعا من اینو نمیتونم بفهمم. وقتی من میبینم که بازار میگید شما اسم نمیارم، ولی جناب شاهزاده چجوری اینقدر تمایل دارن؟ من فکر نمیکنم هیچ کس چنین صحبتی کرده باشه که در اثر حمله هوایی اسرائیل حقوق بشر
به ایران ارمغان آورده خواهد شد. چرا اینقدر شما فکر کنم موضوع رو آره موضوع رو قاطی میکنید. چرا اینقدر ابراز شادمانی خوشحالی و امیدواری میکنن؟ دکتر زیبا کلام ببین آقای اسماعیل هنیه که در تهران کشته شد 3 روز عزای عمومی اعلام کردن. الان 4 تا افسر پرسنل ارتش ایران کشته شدن. حتی آمار درستی هم ارائه نمی کنن که اینا کجا کشته شدن، اون فرد دیگر کشته شده کی بوده چی بوده. حتی اون پایگاه سپاه که مورد حمله قرار گرفته شده هیچ آماری ازش اطلاعاتی نمیاد که مگه میشه اونجا کسی آسیب ندیده باشه. این همه غیر شفاف بودن حکومت نسبت به مردم خب پرسش برانگیزه برای مردم. من و شما این رو میدونیم که نه تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه هیچ کشور دیگه نمیاد اطلاعات صحیح و دقیق نظامی خودش رو اعلام بکنه. کجا میان اعلام میکنن؟ ما هنوز نمیدونیم. ببینید به یه روایت اسرائیل میگه من موفق بودم و هر کاری که دلم میخواست کردم و هر جایی که دلم میخواست زدم، اما به یه روایت دیگه گفته میشه که نه، اونها نتوانستن اساساً خیلی جاهایی که میخواستن و خیلی از اهداف رو بزنن برای اینکه دفاع ضد هوایی ایران اونها رو غافلگیر کرده بوده. کدامشون درستن؟ اون روایتی که میگه اسرائیل هر کاری میخواسته تونسته بکنه، یا اون روایتی که میگه نه اسرائیلی‌ها با مقاومت ضد هوایی مواجه شدن که چندان انتظارشو نداشتن؟ اینا به نظر من بدیهی ترین و طبیعی ترین چیزا هستش. شما انتظار دارید که اسرائیل، ایران، لبنان، آمریکا بیان تمام اطلاعات نظامی خودشونو اعلام بکنن؟ پس اگه اینجوری بود فایده این همه جاسوسی و فایده این همه ماهواره چه بود؟ من واقعا از این بابت تعجب میکنم. ولی این خیلی مسئله مهمیه، این خیلی بله. مسئله مهمیه که شماری از فرهیخته ترین افراد جامعه ایران در اپوزیسیون چشم امیدشون رو بستن به حمله نظامی آقای نتانیاهو به ایران برای دموکراسی. اگر بخشی از مردم ایران چنین نگرانی دارن، چنین عدم باوری به حکومت خودشون دارن که امیدوارن که یک نیروی خارجی بیاد اونها رو فراهم بکنه شرایطی رو برای سقوط حکومت، واقعا باید گریست به حال این وضعیتی که این حکومت ایجاد کرده. آقای دکتر خیلی ممنون از تو، عذر میخوام. سیامک جان، اون نیروی خارجی اگه در رأسش نلسون ماندلا بود، اگه در رأسش مهاتما گاندی بود، این پرسش از مردم ایران بعد آقای دکتر این پرسش از مردم ایران بعد بپرسید. در رأسش نتانیاهو هستش با این همه جنایتی که در نوار غزه کرده، چجوری میشه به این آدم امیدوار؟ از مردم ایران بپرسید نظر شما درباره این مصاحبه چی بود. نظرات خودتون رو حتما تو قسمت کامنت با ما در میون بذارید، چون ما مشتاق دیدن اونها هستیم. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک و کانال تماشاچی رو سابسکرایب کنید تا در جریان آخرین اخبار ایران قرار بگیرید.